منتظر آخرین فیصله طلاقم بودم که طالبان آمدند. حالا خانه شوهرم هستم. نویسنده فرشته غنی. از دانش‌نونده چینل افغانستان ژورنال سلام بر شما. آرزوی صحت‌مندی و تندرستی هر یک شما خوبان را دارم. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدین. آغاز داستان. دیگه با او ادامه داده نمیتونستم. مادرم مرده بود. ما در تمام 4 ماهی که او بیمار و بستری بود و در خانه تحت معالجه قرار داشت و دیدن او نرفته بودم. اصلا میرویس نمیگذاشت که به دیدن مادرم برم. میگفتم خیر، خداوند مادرم خوب بسازه. باز یک روز پیشش خواد رفتم. روزای آخر عمرش زیاد به خواب میامد و هر روز که میخواستم برم به دیدنش شوهرم اجازه نمیداد. واقعا حس بدی داشتم. تمام شب را نمیخوابیدم. اگه چشمم پیش میامد خواب مادرم میدیدم. وقتی که مادرم مرد و خبرش به من رسید نمیتونستم از خجالت و عذاب وجدان نزد مادرم برم و سر جنازیش باشم. من همه ای وقت نتونستم حتی یک بارم به عیادتش برم. وقتی خبرشونیدم دست و پایم را گم کرده بودم. زار زار گریه میکردم. راستش نمیتونستم بفهمم دارم چه کار میکنم. دمی وقت بود که میرویس آمد و گفت اقدر بغ نزن، نمیخواییم ای صدای وحشتناک تا بشنوم. میبرمت به جنازه مادرت، برو هر قدر دلت خواست گریه کو. من نتونستم این بار خاموش باشم. این بار صدای من در گلونم خفه نکردم و به او گفتم تو بیشرف از پیش چشمم دور شو. تو بیوجدان که خودت نه خواهر را شناختی نه مادر را. به من میگی که گریه نکنم؟ از دست تو بود که حتی یک بارم به دیدنش نرفتم تا ای که مرد. شوهرم عصبانی شد. حیرانم شده بود. ای اولین بار بود که با او چنین حرف می زدم. رنگ صورتش سرخ شده بود. از عصبانیت خونش به جوش آمده بود. یک مشت خیلی محکم به صورتم زد. به حدی که با اولین ضربهش خون از بینی و دهنم جاری شد. حتی خون روی زمینم ریخته بود. ولی من نمی خواستم وقت اطوری تلف شود. از جای بلند شدم. صورتم شستم. لبم پاره شده بود. چون وقت با ضربه به صورتم زد مشتش با دندانم اصابت کرد و خون شد. لبمم پاره شد. در فکر خود دیگه نبودم. با صدای بلند در حالی که ترس هیچ چیزی را نداشتم چپنم را پوشیدم و گفتم من میرم به جنازه و خدا کنه که بیایم و جنازه تو را ببینم. قدم های استوار برداشتم و از دروازه بیرون شدم. راستش رای خانه پدرم هم بلد نبودم. چون همیشه با شوهرم میرفتم و نشد که خودم کدام وقت برم. ای بار دعا میکردم که بتونم پیداش کنم. ولی دیدم که شوهرم از پشتم آمد. برم موتر گرفت. مرا به جنازه مادرم رساند. وقت لب سرک از موتر پایین شدم. پیاده دویدم. در حالی که چبلقای پلاستیکی به پاهم بود و اصلا متوجه پارگیش هم نشده بودم برای افتادم. میخواستم زودتر مادرم ببینم. ازش معذرت بخوایم. تمام این مدت فقط گریه میکردم. اشکایم بالا تنیم را تر کرده بود. وقت رفتم به خانه همه را ماتم پر کرده بود. زنای مامایم در پیش دروازه شیشته بودن. گریه میکردم. کمی هم بیشتر زن برادر و خواهرایم بودن که چیغ بلند سر میدادن. یکی از خواهرایم با صدای بغض‌آلود قرآن شریف میخواند. وقتی که رفتم خواهرم مرا دید و در آغوش گرفت. هر دو با هم تا جان داشتیم گریه کردیم. صدای او کم تغییر کرده بود. شاید تأثیری بود که همه شب و روز گریه کرده بود و فریاد کشیده بود. من دفعتاً نزدیک تابوت مادرم رفتم. با ای که می فهمیدم در جنازه مادرم آمده ایم ولی توقع داشتم که داخل تابوت مادرم او را نبینم. مادرم در تابوت نباشه. وقتی که مادرم داخل تابوت دیدم
بیشتر خودم از دست دادم. بعد چیغ زدم و میخواستم که صورتش را دست بکشم. خواهرای مرا گرفتن. ولی امی که دستم روی صورت سرد مادرم خورد، از حال رفتم و دیگه قلبم تمام لمسش را نداشت. با او هم زیاد بیوش نماندم. دوباره صدای زنا به حال آوردم. مادرم بردن تا دفن کنن. با پای برهنه برآمدم و سوار موتر شدم که مرام به هدیره ببرن. وقتی که مادرم دفن شد از او معذرت خواستم که نتونستم به عیادتش برم. خواهرم می گفت که حتی مادرم در لحظات آخر همیشه تو را یاد میکرد. واقعا گریم گرفت. همه عمر درد کشیدم و خشونت شوهرم را قبول کرده بودم. ولی حالا که مادرم چنین با آرمان به زیر خاک رفت و مرا با چشمای باز خودش ندید، زیاد ناراحت شدم و با خود عهد کردم هر طوری که شده از میرویس جدا میشم. حتی اگر بعد از طلاق بدترین زندگیم در نصیبم باشه، نباید دیگه کنارش بمانم. برای همی بعد از مراسم جنازه و فاتحه مادرم اصلا به خانه شوهرم نرفتم. هر قدر که زنگ زد بیا نرفتم. باز دیگه به خانه آمد و گفت اولادای تو را یاد میکنن، بیا خانه. گفتم نمیایم. بعد از اینکه با مرمام نمیخوایم که به او خانه برم. من دو پسر داشتم. شوهرم حتی پیش روی اولادای مرا لتکوب کرده بود. بعض وقتا هم وقتی که میخواست ریش خود را اصلاح کنه، اگر عصبانی می بود با تیغ و وسیله تراشیدن ریش می آمد و بازوهای مرا خط خطی می کرد. طبعا این کارش با درد و سوزش همراه بود، ولی او اینطوری آرام می شد. هر قدر که مرا اذیت می کرد به همون اندازه لذت می برد. بازم به خاطر اولادایم و آبروی خانوادیم همه چیز را قبول کرده بودم، ولی حالا دیگه کاملا از او ناامید شده بودم. مرگ مادرم تا که بمرمام یادم میمانه، چون نهایت ناراحت شده بودم. به خاطر امی ای بار تصمیم گرفتم که از او جدا شوم و طلاق بگیرم. اول تر از همه با خواهرم این موضوع را شریک کردم. او فکر میکرد خیلی فقط به خاطری طلاق میگیرم که مرا نگذاشته به عیادت مادرم بیایم. او گفت تو حالا زیاد ناراحت و عصبانی نیستی، ولی به نظرم بهتر است فراموش کنی. به عیادت مادرم آمده نتانستی، به خاطر این کار خیلی جگرخون شدی، ولی نیاز نیست که زندگیت خراب کنی. به خواهرم ای اولین بار بود که قصه اصلی زندگی من میکردم. به او قصه کردم که از وقت عروسی کردیم حتی یک روزم زندگی نکردم و خیلی مورد لعنت و کوب قرار گرفتم. و او حیران شد و من گفت برای چی قدر ظلم در حقت کرده؟ گفتم نمیفهمم. او یک روانی است و دیگه توان زندگی با او را ندارم. سابق میگفتم اگر طلاق بگیرم مادرم ناراحت خواهد شد، ولی حالا نمیتونم. خواهرم به من گفت اگر به خانه برگردی خیلی بد خواهد بود، یک روز شاید بکشید. بهتر است بری عریضه کنی در کمیسیون حقوق بشر و درخواست طلاق بدی. گفتم چطوری برم؟ من که تا خانه خودم آمده نمیتونستم، چطوری به کمیسیون حقوق بشر برم؟ خواهرم به من اطمینان داد که میتونه به من کمک کنه. او زمان کمیسیون حقوق بشر در حیثه دارلمان کابل قرار داشت. ما و خواهرم رفتیم به کمیسیون حقوق بشر. وقتی که در پیش دروازه موضوع خود را بیان کردیم، ما را گفتند که باید بریم و داخل یکی از ساختمان‌های اونجا شویم. دهلیز اول بریم و به اتاق پنجم. در اتاق پنجم سه زن نشسته بودند. یکی از اونا گفت که دوسیه‌های بخش خشونت‌های خانوادگی را پیش می‌برد. من برش از زندگیم تعریف کردم. او گفت آیا ثبوت با خود دارم که بتانه نشان بده که شوهرم را تو کوبم کده باشم؟ گفتم بله، جای شلاقایش روی تخته پشتم هنوز است. زن آمد و تخته پشت مرا دید و گفت ولی شوهرتان خیلی راحت میتانه ثابت کنه که این لکه های تخته پشتت از یک بیماری است نه از اثر لتوکوب. گفتم پس چی کنم؟ من طلاق گرفته نمیتانم. او گفت میتونی اما خله میشی. یعنی شوهرت میتونه در صورت که تو خواهان طلاق باشی هر شرطی که بگذاره تو باید قبول کنی، چون دلیل قانع کننده به خاطر طلاق نداری. در این صورت هم اولادایت از دست میتی و هم مهریه نمیتونی بگیری.
ما که فکر کردم گفتم پس چی کنم که طلاق بگیرم و سرپرستی اولادای ما هم بگیرم. گفت باید نوار ضبط کنی از حین خشونت همسرت که با تو میکنه. وقتی فکر کردم اگه به خانه برگشتم دیگه هیچ کار کرده نمیتونم و دوباره تن به او زندگی میدم. با او زن گفتم ولی اگه نرم چطوری میتونم ثابت کنم که زخما و لکه ها اثر لطکوب شوارم است؟ او گفت اتوری شاید وقت زیاد بگیره، ما باید یک وکیل خوب اول به تو پیدا کنیم. ما او روز عریضیم تسلیم کردم، در هر صورت خواهان طلاق بودم. شوارم که خبر شد خیلی عصبانی شده بود. با ما پشت تلفن گفت اگه خبر شده بودم که جای بر علیه ما از خاطر طلاق عریضه کده بودی، باز دنیا سر دوزخ جور خواد شد. ما گفتم بیا زمین، حالا در بهشت زندگی نمی کنم. او بازو مختار داد که اولادای ما به ما نمیده. به هر صورت قضیه طلاق ما از ماها به سالها تبدیل شد. دو سال مکمل شد که دوسیه طلاقم در محکمه باز بود. دوبار وکیلم تبدیل شد. یک بارم سارنوال برای کار به یکی از ولایات رفته بود و ما به سارنوال دیگه اعتماد نداشتم. منتظر ماندم. بالاخره در محکمه آخر فیصله به نفع ما بود، ولی فیصله ای را گفتن باید دو ماه بعد صورت بگیره. دیگه به کلی احساس میکردم آزاد هستم. میتونستم بعد از دو سال اولادای ما ببینم و کنار خودم داشته باشم. حالا او زن بیچاره‌ای نبودم که همه روزه از دست شوهرم گریه میکردم. شجاع شده بودم و میخواستم که برای خودم زندگی بسازم، ولی وقتی هنوز 20 روز به آخرین مهلت محکمه رسیده بود، دولت سقوط کرد. من مدت 3 ماه بدونی که بدانم چی کنم در خانه مادرم ماندم، ولی شوهرم پشت ما آمد. در حالی که نمیخواستم مرا به زور به خانه خود میبرد، چیغ و فریاد کشیدم. همسایه ها جمع شدند. شوهرم رفت، ولی بار دیگه با چند تن از طالبا برگشت. اونا مرا به زور بردن و گفتن در حوزه فیصله میکنیم. حوزه که رفتیم شوهرم گفت ای زن ما نافرمان و بیراه است. میخوایم او را تنبیه کنین که دیگه ای کارا را نکنه و دست بکشه. ولی ما گفتم که نه خیر، ما بیرا نیستم، میخوایم ازش طلاق بگیرم. شوهرم گفت طلاق میگیره تا شوهر جوانتر داشته باشه. طالبا اصلا به حرف ما گوش ندادن. گفتن تو باید به خانه شوهرت بری و آبرومندانه زندگی کنی. با شوهرم هم گفت که اگر سرپیچی کرد میتونی تنبیش کنی. در میال که ما بازم سر و صدا کردم، یکی از اونا گفت میخوایم به ای خواهر چند کلمه گپ در مورد حقوق شوهرم روش بگویم. او مرا گوشه کرد و گفت اگر با شوهرت نری مجبور استی با ما عروسی کنی. من طلاقت خیلی زود میگیرم، شوهرت هم زندانی میکنم. من زیاد ترسیدم و گفتم نه خیر، من با شوهرم میرم. نمیدانم او مرد میخواست مرا بترسانه یا توقع بیجا داشت از من، ولی من وادار شدم که با شوهرم برم. شوهرم بدتر از پیش حالا با من رفتار میکنه و دیگه هیچ راهی گریزم ندارم. نمیفهمم چی کنم. پایان داستان.